بل بینده های عزیز، تشکر از اینکه برنامه سلام صبح بخیر برای دیدن انتخاب کردین. اونایی که همین اکنون با برنامه سلام صبح بخیر وصل شدن، صبحتان بخیر. امیدوار هستم که یک صبح خوب و خوش را آغاز کرده باشین. بله، با ما محترم نعمت الله بارکزی، رئیس نشرات و سخنگوی شاروالی در استودیو حضور دارند و میخواییم در رابطه با موضوعات که مرتبط با شاروالی از صحبت هایی داشته باشم. رئیس، بسیار زیاد خوش آمدین، تشکر از اینکه دعوت ما را پذیرفتین. بین اول از اینجا شروع بکنیم که شاروالی کابل عایداتش خوب است؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما و تمام خدمت تمام بینندگان عزیزتان. شما بهتر میدانید که شاروالی کابل یک نهاد مستقل بودجوی است و تمام عوایدی که به دست میاره او را به صرف معاش کارمندان، خدمات شهری، تنظیف، سرسبزی، حفظ مراقبت و تطبیق پروژه های عمرانی میکنه، مثل ساخت سرک ها، ساخت پیاده رو ها، تمام زیر ساخت های ترافیک، تمامش مربوط شاروالی کابل میشه و این کار جریان داره. ما آماری که میتونیم براتون ارائه بکنیم این است که بر سال 1401 هم پلان عایداتی و هم پلان پروژه ما آماده شده که تا یکی دو روز دیگه بعد از هدایت شاروالی محترم او را به مردم اعلام خواهیم کرد از طرف مرکز رسانه‌های حکومت به شکل رسمی، که ما در سال 1401 در 22 نای شهر کابل کدام پروژه را تطبیق میکنیم و پلان عایداتی که ما تنظیم کردیم بر اساس کدام منابع است و چقدر میباشد. اما در سال 1400 بعد از تحول سیاسی که به وجود آمد، خوشبختانه شاروالی کابل تانست در 5 ماه بیش از 2 میلیارد و 57 میلیون افغانی جمع‌آوری بکنه که در مقایسه با همی 5 ماه در سال 1399 تقریبا 400 میلیون ما زیاد عواید داشتیم. منابع عایداتی شاروالی کابل بدون شک زیاد هست و مدیریتش بسیار مهم است که فعلا شاروالی کابل توجه کلی را سر همین موضوع انداخته و دنبالی هستند تا یک تحرک اقتصادی کلان در شهر وجود بیاید. ما بسیار از زمین های خوبی را داریم در شهر کابل که متاسفانه با قیمت بسیار پایین برای پارکینگ یا برای مواد بسیار پیش با افتاده داده شده که سر تمام اونها کار جریان داره و ما خواستیم که سکتور خصوصی بسیار آزادانه بیاید با ما سهم بگیره و پی 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 یا مشارکت عامه و خصوصی را ما پروژه هایش را روزانه بررسی میکنیم و بعد از اینکه تطبیق میشه، تدقیق میشه و امو بررسی های اولیه و بررسی های نهایی صورت میگیره او را به مقام محترم رئیس الوزرا جهت منظوری ما ارائه میکنیم. در کل دید عوایدی ما جریان داره. بله آقای بارکزی، در این روزا شاهد از این هستیم که بعض از مناطق شهر که بسیار ازدحام بودن، موضوع کراچی و این مسائل ها جمع شدن. پلان هایتان چی است؟ چقدر میخواین این موضوع را وسیع بسازین و در نظم شهری گوشا باشه؟ ببینید، مسئله کراچی بیشتر از 20 سال است که شاروالی کابل با او درگیر هسته و این مسئله هر روز کم و زیاد شده میره و اشکال و انواع مختلف را میگیره. کارا بسیار مختلفی صورت گرفته این 20 سال، از پاتک زدن یا حمله شبانه سر کراچی های کل را جمع آوری کردن تا اینکه برشان یگان غرفه های نمایشی توزیع شد و گپای دیگر. در کل برای فعلا طبق هدایت جناب شاروالی دو موضوع وجود داره. ده ساحات یا اون نواحی که ما زمین سفید داریم، ما تمام کراچی هایی که دلو سرک ها هست به زمین های سفید انتقال میدیم تا موجه برای خود بازاری داشته باشن و کاربار خود پیش ببرن. در مناطقی که ما به زمین سفید کمتر داریم، در اوج اینا تنظیم میشن در یک ردیف و به طوری که روی جوی تنظیم میشن، نه پیاده رو را بند میکنن و نه سرک را و روشان هم بعد طرف پیاده رو یا اگر سرک فری از طرف سرک فری باشه. و در کل هدف ما این است که این مردم ما بین هر 30 نفر تا 50 نفر برای خود یک نماینده انتخاب میکنن. کراچی هایشان قطعا متحرک نیست، تغییر ندار و باید ثابت باشه و به هیچ عنوان نباید مزاحمت برای شهر همشهری عزیز ما صورت بگیره و یک فیس مشخص را به شکل ماهیانه برای شاروالی کابل پرداخت میکنه. قطعا حق نداره کسی کراچی رو به کسی دیگه به کرایه بده. کسی که از کراچی استفاده میکنه امو کسی است که پیش ما ثبت است و کسی که پیش ما ثبت است بعد از کراچی استفاده بکنه. این موارد اجرایی شده. ما به روز گذشته هم صاحب کمپانی رو مطلق پاکاری کردیم و حالا برای کسایی که آمدن ثبت نام کردن نایه مشخصا کراچی هایی توزیع میشه. این کراچی ها یک چیز رو من میخوام تصحیح بکنم اینجا. اول خوش شاروالی کابل هرگز دنبالی نیست که نان کسی رو بگیره قطعا، اما دنبالی هستیم که منظم بسازیم شان. به هیچ عنوان کراچیوان های محترم هم از ما نخواهند که همگی ما دمی چوک کمپانی جمع باشیم. نه، هم به طرف به سرک کابل قندار، هم این طرف پغمان و هم این طرف دیگه طرف کوتی سنگی سرک بسیار کلان وجود داره. ما یار تنظیم میکنیم در یک ردیف مشخص که نه برای سرک مزاحمت بکنه و نه برای پیاده رو. این کار ما انجام میدیم و در کل هدف ما تنظیم بازار هست
و تنظیم بازار بدون شک جنجالای خود را داره و هرگز اجازه نمیدیم کسی بعد از تنظیمی که ما انجام میدیم تخطی بکنه، سرک را بند بکنه و یا مشکلات دیگر را به وجود بیاره. بله. برعکس دې شاهدان هم په کابل کې شته، په دې افغانانو کې هغه زیرزمینی بیا جوړه کړله، افتتام کړله. همغه په تړاو باندې وړ معلومات راکړه. زیرزمینی خو تاسو بهتر معلومی لري چې په تېر حکومت کې د دې پلان جوړ شوی چې دا بعد جوړ شي، خو هغه وزن ډېرل، بیا به سیاسي تحول راغی. بیا کله سیاسي تحول راغی سه پروژې خامخا تاسو بهتر معلومی لري. یو سیاسي تحول چې په یو هیواد کې راځي ډېر مشکلات به پیښ کړي. خو شکر الحمدلله خصوصا کابل شاروالی د دې مشکلات نه بهر وو. کله چې سیاسي تحول راغی په اول ورځ نه دوم ورځ، د یک شنبه ورځ سیاسي تحول راغی، په دوشنبه ورځ کابل شاروالی خپل تنظیف چارې، سرسبزي چارې او رقابت چارې بیرته شروع کړه. او یو هفته بعد بیا ټول ریاستونه فعال شوله. نو زیرزمینی مو هم هغه چې یو پروژه و چې خپله د کابل شاروالی د داخلي بودجې څخه هغه تمویلېدلی چې هغه مو هم سره فعاله کړه. په هغه کې اولس دوکانونه موجود دي، ټول داسې برابر جوړ شوي دي. او د دې زیرزمینی نه په کوم مورد کې استفاده اخلو؟ زه تاسو ته وایم، یو عمومي خبره د زیرزمینی خبره دا دی چې هغه سیمه ډېر به داسې دغه سیمه ده، بیروباری سیمه ده، بیروباری له حد نه اضافه دی او ډیر دی. د زیرزمینی باید کومک وکړي د خلکو تګ را تګ ته. یو دا مورد ده. او په هغه کې تقریبا اولس دوکانونه هم موجود دي، د باک سیستم مکمل جوړ شوی دی، د اوبو سیستم جوړ شوی دی. خو خامخا هغه هم کابل شاروالی ته یو عاید راوړي او موږ دغه دوکانونه په مشخص شکل باندې خلکو ته په اجاره ورکوو چې یو عاید کابل شاروالی ته راشي. که همدغه سزایان نور هم جوړ شي زیرزمینیانې خبر نه دڅیدل چې یو د زیرزمینی خبر اوس فعلا موږ په پام کې نه ده. ځینې ځایونه چې اوس هم بیروبار موجود دي لکه برکی چارای، ترافیک او نور چارای، یعنی سره شمالي خواته، موږ د مختلف خلکو سره فعلا په تماس کې او خبره کوو، د بانک جاني سره او مختلف دونران سره مؤسسه سره، چې موږ د دې پسیو چې اوای پلونه باید جوړ شي، موټر راو او پرغه باندې شقوي کار روان دي د موټرو لپاره. بله بله، ان شاء الله کار به وسی. به عنوان آخرین سوال مطرح بکنم، پلان های آیندی شاروالی چی است؟ ببینین، شاروالی کابل جدا از مو نقشی که همگی فکر میکنن شاید تنها مسئله تنظیفی در شهر کابل بر عهده شاروالی کابل باشه یا سرسبزی، بدون شک شاروالی یک پایتخت همونطور که در کشورهای دیگه میبینین در اکثریت مواردی که از ادارات دست اول هم کشور است. درست. شاروالی کابل جدا از موارد تنظیفی، سرسبزی و مراقبت که یک سری کارهای روتینشان است و روزه انجام میده و ما همه روزه با اونا درگیر هستیم، روی پلانهای کلانتری مثل ایجاد کریدورهای کلان فکر میکنم. شهر کابل یک شهری است که بیشتر از 75% متاسفانه غیر پلانی رشد کرده و این غیر پلانی بودن از مردم رفاه را گرفته، از مردم خدمات را گرفته. مثلا در بسیار از جاها ما شما حتی میبینیم که موتر در داخل کوچه تیر شده نمیتونه، حتی یگان وقت موتورسیکل تیر شده نمیتونه. و این خدای ناخواسته اگر یک حریق شوه، انتقال زبالجات چه قسم میشه، ترافیک اون چه قسم تنظیم میشه، اینا مشکلات بسیار کلان است که در شهر وجود داره. به همین اساس شاروالی کابل روی چند مورد اساسی کار میکنه. اول ایجاد کریدورهای پلانی، ما مثلا کریدور دارلمان که یکی از کریدورهای پلانی ما است، کریدور کابل لوگر، روی اینها کار میکنیم که اونجا هم سرمایه گذاری جذب شود و هم مردم بتانن از امی مقدار زمینی که وجود داره بیشترین استفاده و از امیترین استفاده را ببره، که امونیت پلان ما مشخصا بر اساس در شاروالی سری موارد کار میکنه. مورد بعدی که در داخل شهر وجود داره متحرک اقتصادی است که من بیشتر براتون یادآور شدم. شهر کابل دارای یک ظرفیت های اقتصادی بسیار کلان هست و این ظرفیت های اقتصادی متاسفانه من بیشتر براتون یادآور شدم، در مناطق ما زمین های دار شاروالی کابل که بی نهایت باردش است، اما متاسفانه با یک پیسه بسیار کم به یک پارکینگ اجاره داده شده. بله بله. یا بسیار یک استفاده ابتدایی از صورت میگیره. تمام اینها پلان شده، تمام اینها تثبیت شده، تمام اینها به جدول بندی شده و فعلا سکتور خصوصی با اشتیاق بسیار زیاد هفتوار کار میکنن، سرش نقشه های خود تنظیم میکنن، فیصدی های عایداتی خود تنظیم میکنن و برای شاروالی به کابل همیشه اینها پیشکش های دارن. شاروالی به کابل با توجه به هیئت رهبری که وجود داره میبینن که کدامش به فایده شهر است، کدامش به فایده شاروالی است و بعد از تدقیق و بررسی اساسی به مقام محترم رئیس الوزراء جهت منظوری پیشکش میکنن که چندین تا از این پروژه ها فعلا پیشکش شده و با تطبیق پروژه ها چند گپ کلان میشه. یک، ما دیگه مشکل ترافیک و مشکل گپ های دیگه ای که در داخل شهر وجود داره زیر نام ازدحام نخواهیم داشت، به دلیلی که تمام ساختمان هایی که دیزاین شده تمام 30 مورد شهری در او در نظر گرفته شده. در این حال ما مراکز تجارتی بیشتر و ساحات رایشی بیشتر پلانی خواهد داشتیم که در اینجا بدون شک زمانی که ساحه تجارتی وجود داشته باشه یک زمینه کار اتومات برای مردم ایجاد میشه. مسئله سوم اساسی این است که
تنها دولت نمیخواد صاحب همه چیز باشه، مردم را شریک میسازه و مردم زمین از دولت است، سرمایه از مردم هسته و اونها کار میکنن، فعالیت میکنن و برای 20 سال 15 سالی مورد نقش هم باشه. همشهری ها چقدر میتونه روی حتماً میایم، حتما روی مورد داخل می اومدیم که بدون شک صاحب شهر کابل مردم کابل است. شاروالی کابل تنها خدمتکارشان است. شما در خانه تان اگر با خدمتکار زیاد همکاری نکنین، خود خدمتکار کار خاصی کرده نمیتونه. ما در چندین بخش اساسی از مردم کابل همیشه خانه همکاری بودیم و فعلا هم بیشتر هستیم. ما به نهالشانی بسیار خوبی داشتیم و در حدود 200,000 نهال تنها خود شاروالی کابل دست از شهر کابل قرض کرده و بالاتر از 50-60,000 نهال ده هم که آمارش رسمی ارائه خواهد شد برای مردم از طرف سکتور خصوصی، تجار و مردم دیگه در شهر کابل قرض شده. نگهداری از این نهال ها وظیفه کل ما و شما است. شاروالی کابل بدون شک وظیفه آبیاری، شاخبری و تمام افزو مراقبتش را داره. اما این نهال ها در سطح شهر کابل است، در خانه مردم کابل هست. شهر کابل خانه مردم کابل است. اونها باید در قسمت نگهداری با ما همکاری کنن، بر اطفالشان مواردی را آموزش بدن، بدون شک در مکاتب گپ هست و خود شاروالی کابل هم پلان های کلانی برای آموزش اطفال در بخش تنظیف و سرسبزی و موارد دیگر داره. این بسیار است مهم است برای ما. گپ بعدی که برای ما بی‌نهایت مهم است مسئله تنظیف شهر هست. در شهر کابل، شاروالی کابل در 22 شهر کابل تقریبا 1000 موقعیت مشخص را داره برای انتقال زباله‌جات، یعنی همشهری‌های ما که از خانه می‌برن زباله‌های خود عموج انتقال بدن. زمانی که این کار صورت بگیره ما مشخصا با پرسنلی که داریم به نقاط اساسی میریم و انتقال می‌دیم زباله‌جات. درست. اگر خدای نخواسته که در برخی مواردی اتفاق میفته این زباله‌جات در روی کوچه ها باشه، در سرک ها یا جایی باشه که پلان ما نیست، ما اول مصروف جمع‌آوری اونها میشیم، بعد میریم به ترانسفریشن خود، بعد انتقال میدیم به ساحه اساسی. یعنی وقت ما رو زیاد میگیره و هوا گرم شده امکان داره مشکلات رو برای مردم ایجاد بکنه. یعنی در این موارد ما از مردم شهر کابل همیشه خانه همکاری بودیم، باز خانه همکاری هستیم، خادمشان هستیم و زمانی که همکاری اونها با ما بیشتر باشه بدون شک خدمات ما بهتر میشه. بله. و برای ولایت هم پرانای است؟ بدون شک شاروالی های ولایت تحت اثر معینیت شاروالی ها هستن و شاروالی کابل تنها و تنها مسئولیت 22 شهر کابل را داره، ولی همیشه این حیث ارتباط از فعالیت ها و از خلاقیت هایی که در شهر کابل میشه ما میتونیم تجارب خود را با تمام ولایت شریک بسازیم. بله. پلان هست؟ پلان شاروالی همچک پلان داره که مترو بسازه در کابل؟ ببینین این موارد تقریبا 3-4 سال پیش مطرح شده بود. مترو ساختنش گپ خوب است در شهر کابل، ولی اولویت برای فعلا بدون شک نیست. اولین گپی که مهم است که در داخل یک شهر سیستم ترانسپورت شهری منظم ایجاد شود. زمانی که ایجاد شد ظرفیت بسیار بالا بود، مناطق وجود داشت، بعد مسئله مترو مطرح میشه. فعلا مسئله بس‌های شهری هم یک بحثی است که هنوز نهایی نشده. یک بار شاروالی کابل به شکل آزمایشی را آغاز کرده بود و فعلا بدون شک بر اساس قانون تنظیم به سیستم ترانسپورت شهری مربوط به وزارت محترم ترانسپورت میشه و ای که در آینده شاروالی کابلی را پیش میبره یا وزارت ترانسپورت نیازمند یک بحث میان دو وزیر محترم، یعنی شاروالی کابل و وزیر محترم ترانسپورت است و بعدا سریع تصمیم گرفتن است. یعنی برای فعلا اولویت برای مترو وجود نداره. اول سیستم ترانسپورت شهری منظم جور شوه، مسئله ملی بس ها است، مسئله خود تاکسی ها شهری است، بدون شک ظرفیت که بالا رفت و ما ساحه و بودجهش را داشتیم، ساختن مترو یک گپ خوب است. یعنی هیچ وقت نمیتونیم بگیم مترو نمیسازیم، اما برای فعلا اولویتش نمیباشه. بله. و پیامتان برای شهرنشینای کابل چست؟ کامری تلویزیون ملی افغانستان در خدمت شما. شهرنشینای محترم در بخش تنظیف، در بخش سرسبزی با ما همکار باشند، خادمشان در خدمتشان هسته، حتی اگر همکاری نکنن وظیفه ما است که ما هم شهر پاک نگاه کنیم هم مسئله سرسبزی را متوجه باشیم، اما اگر همکاری اونها باشه بدون شک خدمات ما بهتر و زیباتر برای مردم ارائه میشه. بله. ممنون. ممنون آقای نعمت الله بارکزی که دعوت ما را پذیرفتین و در استودیو آمدید. بخیر. رفت و برگشت کوتاهی داریم، برنامه سلام صبح بخیر ادامه داره.